میدونم ویدیو قبلی یه ذره سریع حرکت کردیم و همه چی قاطی پاتی شد ولی این ویدیو یه مقدار به ترمز میکنیم و همه چی رو شروع میکنیم از اول با همدیگه کار کردن ولی در مورد ویدیو قبلی دیگه صحبت نخواهم کرد ولی کاری که قایم کرد اینه که ویدیو قبلی تمام چیزهایی که انجام دادیم رو یواش یواش جلو میریم متوجه خواهید شد توی این ویدیو ما یک به اصطلاح داریم با ایدی اپ اومدیم ویو اینستنس رو اینستنشیت کردیم و المنت اپ رو بکار کار بردیم اولا این که من کنسول رو باز میکنم اینجا اینو با هم دیگه تقریبا یک سایز میکنم اینجا ما یک پلاگینی داریم به نام ویو اگر شما برید به تایپ بکنید کروم extensions به این صورت کروم extensions و اگر اینتر رو بزنید اینجا میاد و بعد میتونید تایپ بکنید view js یا همین view تایپ بکنید فکر کافیه این هاش view.js dev tools و این رو میتونید چیکار بکنید نصب بکنید به مزه که نصب کردید به شما یه همچین آیکان این بالا میده میبینید و وقتی شما دارید از فایل اینستانس استفاده میکنید این آیکان پدیدار نیست بنابراین این view تب view هم شما نمیتونید ببینید ولی اگر شما کماند به کاما رو بزنید برید داخل اکستنشنز اینجا نوشته view js و این allow access to file URLs رو فعال کنید اگر این رو فعال نکنید شما اینجا تب ویو رو نمی بینید پس این دوتا رو یا این مخصن این رو به فعال بکنید و جیسون ویو رو هم میتونید فعال بکنید که چیز پلاگین خوبیه پس بنابراین اینا فعال شد وقتی ریفرش میزنیم اینجا میبینید که این فعال شد وقتی من اینو میرم بالا میبینید که اینجا روت هم رو داره نشون میده وقتی این روش کلیک میکنم خب هیچ اتفاقی نمیافته خب بخاطر اینکه من از دیتامو نساختم کاری که میکنم اینجا میام اه... چی تایپ میکنم میام اینجا تایپ میکنم یک یو الی تایپ میکنم که با کلاس لیست گروپ باشه به این صورت و بعد یک الای میذارم اینجا که مثلا با کلاس لیست گروپ آیتم باشه که میام چیکار میکنیم اینجا میام میگیم که V4 از V4 استفاده بکنیم اینجا میام اینجا یه فاصله میدیم اینجا اینجا دوباره میام پایین تایپ میکنم V-4 همون کاری که جلسه قبلی کردیم دیگه و بعد میام میگم که برای هر کدوم از اینا بیا هر کدوم از این تسک یک وریبل به نام تسک درست بکن داخل تسکز به این صورت و بعد بیا اینا رو چیکار بکن اینجا اینجوری نشون بده مثلا تسک به این صورت ریفرش ببینید که داره تسکار نشون میده وقتی روش کلیک میکنم نمیدونم چرا به خاطر اینه یا چیز دیگه ای اینو نشون نمیده ولی رو که کلیک میکنید اسم وریبل میاره بالا خواستم بهتون یه چیزی رو نشون بدم حالا احتمال میکنم برای شما وجود داره ولی بچه ها اینه که قضیه اینجاست که وقتی شما ویو اینستانستون رو تعریف میکنید اینجا به این صورت نیو ویو خب اینجا امیدوارم که تو جاوا وقتی ما می‌خوایم یک اینستنس رو تعریف کنید اصولا رو ما به مساوی یک وریبلی قرار میدیم مثلا به نام وریبل اپ خب و اگر من بیام اینجا داخل کنسول که اینجا است اپ اینجا میبینی که اینستنس ویو رو به من میده که من بازش میکنم چیلدرن رو میده کارهایی که انجام میتونید بدید با ویو رو اینجا دارید میبینید خب ولی اگر من اینو اپ نذارم چه اتفاقی میفته اسم وریبل چی خواهد بود وقتی ریفرش میزنم اسم وریبلتون دلار ساین vm 0 هست میبینید که خوش در اینجا به شما میگه وقتی اینتر میزنم وی, وی رو باید من بده ولی نوشته دلار vm 0 is not defined پس یه بار دیگه میزنه نات ولی داخل ویو میرید نوشته ready deprecated view 2.1.3 پس ببینیم چه خبره همین الان من اینو دیدم view.js.org get started و اینجا دارید میاد میبینید که اگه بخوام اینستالش بکنیم از بالا What is view getting starting و اینجا دارد که اینجا CDNش وجود داره اینطور میزنم 2.1.3 اتمالا فکر نمیکنم این پلاگین هنوز با این سینک باشه بنابراین فقط خواستم این به شما بگم که اگر اینجا وریبلتون رو تعریف نکنید اسم وریبلتون رو view میذاره v vm0 پس یادتون نره ولی ادامه کارمون که دارید تسک رو اینجا میبینید کاری که گفتم میتونید انجام بدید که تسک رو بردارید اولا که من ریفرش میزنم میبینید که یه مقدار تسک میاد خیلی زود و میره ولی گفتم که اگه خواستید این کار رو انجام ندید میتونید اینجا تایپ بکنید v تکست مساوی با مثلا تسک این صورت نگاه کنید هر چقدر من ریفرش بزنم اون دیگه نمیاد جفتش هم هستش هیچ فرق نمیکنه اما فرض بکنید که تسک ما آبجکت بود الان میبینید که آرایه است آرایه هیچ چیزی نیست هیچ چیز مهمی نیست ما داریم همه رو نشون میدیم ولی فرض بکنید که اینو آ... به آبجکت بود اون موقع چیکار میکنیم یعنی من اینو اینجا باز میکنم اینجا میبندم الان اگه بیام ریفرش بزنم هیچی به من نشون نمیده چرا میتونم اینجا به این صورت نشونتون بدم که ببینید این تاسک رو کات میکنه و اینجا برمیداریم تاسک رو اینجا می‌بینید می نوشته تاسک و هیچ چی رو به شما نشون نمیده خب به خاطر چی هست اولا اینکه آبجکت ما باید حتما یک کی داشته باشه و یه ولیو بنابراین من میام این چیزایی که شما در اینجا میبینید رو از اینجا تا اینجا مثلا انتخاب میکنم به این صورت خب اینو من داخل چی قرار میدم مثلا اسمش رو میذارم بادی دو نقطه به این صورت و بعد بعدیش هم میتونم یه ویرگول بذارم به این صورت و بعد مثلا بگم که از اینجا یه ویرگول بذاریم اینا رو رو برده ولی اب نداره پایینی ویرگول نداره بالایی رو میگم که completed مساوی با مثلا false و اینجا اینو میبندم و بعد اینجا ویرگول میذارم خب من این اشتباهی کردم اینجا اینکه اینو همین به صورت آرایه قرار میدم منظور اینجاست اگر دونه دونه اینا آبجکت بود چی؟ نگاه بکنید به این صورت این ویرگول اینجا بر میداریم اینجا میذاریم این ویرگول اینجا کمه سیف ریفرش اینجا ریفرش الان نگاه بکنید داره به من آبجکت هم رو نشون میده و این اصلا چیز درستی نیستش حالا قبلا الان نگاه میکردید میزد آبجکت آبجکت ولی الان میبینید که داره کلا این رو به شما نشون میده یعنی شما آبجکت دارید اگر من بخوام آبجکتم دسترسی پیدا بکنم تسک بعد برم چی توی بادی پس این دات نوتیشن رو بعد ازش استفاده بکنم و بعد بزنم بادی نگاه بکنید ریفرش حالا فرض بکنید نمیذارم true خب خب حالا من اگه بخوام بگم که تسک بادی ها رو داره نشون میدی دست در نکنه هیچ مشکلی نیست ولی وقتی که تسکی کامل بود یعنی کامل بود یعنی این پایینی فقط روش خط بکش حالا ما توی CSS یه کلاسی داریم به نام مثلا یک چیزی داریم یک استالی داریم به نام تکست دکوریشن و بعد میتونیم از لاین true استفاده بکنیم من اسم کلاسش گذاشتم completed و اینجا دو نقطه گذاشتیم دو نقطه گذاریم و نوشتیم completed حالا من میتونم چجوری از این استفاده بکنم؟ اینجوری میتونم از این استفاده بکنم که کلاس رو بیام اپلای بکنم یعنی بیام بالا بعد از این کلاس این کامپلیتت رو اضافه کنم ببینید که روش خط میکشه اما من میخوام اینو شرطی اپلای بکنم یعنی اینکه هر کدوم اینا اگر کامل بود روش خط بکش نه یا اینکه رو همش خط بکش خب من اگر بیام اینجا بگم که خب بیا اینو اگر بخ... بگم که شرطی اپلای بکن به این صورتی که من میتونم بیام داخل این کلاس خب بگم دو نقطه ولی اینجا فکر میکنید چه اتفاقی میفته وقتی من ریفرش میزنم اینجا هیچی نشون داده نمیشه اگر این رو باز بکنم کنسول رو میگی که fail to compile template میگه مثلا نرسم تمپلتت رو به چیکار چکار بکنم به نشون بدم چرا؟ به خاطر اینکه ما اصلا چیزی به اسم کامپلیت نداریم خب و این چیزی که شما دارید اینجا مینی نویسید حالا من لیست گروپ آیتم را اینجا بردارم خب ریفرش بزنم میبینید که داره اینجا نشون میده و کامپلیتت هم بردارم به این صورته ولی حالا کامپلیتت رو میذارم این دو نقطه رو برمیدارم که ببینید خط روش کشیده میشه خب موضوع اینجاست که میخوام فقط حواست به این کامپلیتت باشه وقتی من بایند میکنم این رو این فکر میکنه کامپلیتت یک پراپرتی تو دیتا تونه یعنی من اینجا بیم تایپ بکنم کامپلیتت خب دو نقطه بذارم و بعد مثلا بگم که امیر اینجا ویلگول بذارم ریفرش بزنم حالا سورس رو بیارم بالا روی اینا کلیک بکنم ببینید کلاس امیر روش اپلای شده چرا چون فکر میکنه که این چیزی که ما اینجا داریم مساوی با اینه حالا همه چی دستگیرتون شد یعنی متوجه شدید که این چیزی که شما اینجا دارید میگید بایند کن منظورش اینه که به این بایند کن ولی اگر منظورتون اینه که به کلاس کامپلیتت بایند کن باید اینو داخل یه دونه سینگل کوتیشن قرار بدید الان نگاه بکنید لاین ترو کشیده میشه روش و بعد من میتونم چیکار بکنم حتی به این از این یک آرایه بگیرم یعنی اینو بذارم داخل یک آرایه به این صورت ریفرش اجرا میشه حالا میتونم ویرگول بذارم و بعد مثلا بگم که چی مثلا بگم که لیست group آیتم مثلا ریفرش و بعد میگه لیست گروپ آیتم میتونم برمیگرده نه،, نه،, تنها به صورت آرایه میتونید برش گردونید بلکه میتونید به صورت شرطی برگرده یعنی که از آبجکت میتونید استفاده بکنید یعنی مثلا به این صورت از آبجکت حالا میتونید که شرطی هم بذارید یعنی مثلا میتونید بگید که اگر مثلا چیزی بگم به شما task dot مثلا completed اگر بود مثلا بذار completed وگرنه مثلا بذار چی nothing به این صورت refresh نگاه بکنید دو تای بالایی خط ندارن پایینی الان خط داره نه تنها به صورت آرای میتونید رفتار بکنید بلکه میتونید به صورت آبجکت به این صورت رفتار بکنید آبجکت اگر بذارید یعنی اینکه شما میگید که دیگه من به این else احتیاجی ندارم خب و اینجا ریفرش بزنم نشون داده نمیشه به خاطر اینکه ما اینجا اینو بعد برداریم و به صورت چیز نشون بدیم حالا نگاه ببینیم چه اینجا باید به جای کوچ مارک دو نقطه بذاریم ریفرش چرا این کار نمیکنه ما باید توی آبجکت بگیم که از کلاس کامپلیتد استفاده بکن حالا اینجا شرطمون رو بذاریم یعنی بگیم که condition شرطمون چیه اگر task dot completed uh, true باشه دیگه حالا میتونیم اینجوری بنویسیم true یا اصلا ننویسی هم فرق نمیکنه هیچ فرق نمیکنه میبینید که الان پایینی فقط به این صورت داره میتونم اینجا چیکار بکنم یه ویلگول بزنم و بعد بگم که لیست گروپ آیتم ببینیم که کار میکنه یا نه لیست گروپ آیتم اولین بار هم دارم اینو امتحان میکنم و و فکر نکنید که من امتحان کردم اینو از قبل و این کار نمیکنه فکر میکنم که باید اینو بیاریم بیرون آبجکت و اگر خواستیم شرطی بکنیم یعنی فکر میکنم به این صورت و بعد اون موقع باید بذاریم داخل آرایه حالا اگرم کار نکرد فکر می‌کنم آرایه چیز خوبی باشه که بتونیم ازش استفاده بکنیم ولی میبینید که داره کار میکنه پس میبینید که چه کارهایی رو انجا انجام دادیم ولی بهترینش همون به نظر من حالا اگر یه دونه کلاس از این استفاده بکنید وگرنه میتونید از این آرایه به این صورت استفاده بکنید که من استفاده کردم اینجا ریفرش به همه حالت برمیگرده حالا من میگم اگر میخوام بگم که اگر روی اینا کلیک کردم بیا چیکار بکن اینا رو آن و آف بکن میتونم اینجا تایپ بکنم که At مثلا کلیک مساوی با مثلا یک فانکشنی فانکشنی که میخوام اسمش به کار ببرم اسمش از تاگل completed تاگل completed چی رو میگیره تاسکم رو میخواد بگیره آنو آف بکنه حالا من میتونم بیام پایین بعد از این دیتایی که اینجا تموم میشه متد درست بکنم یادتون باشه همیشه متداتون رو داخل متدز قرار بدید پس اینجا تایپ میکنم همین متودی که این بالا نوشتیم toggle completed به این صورت مصابی با یک فانکشنی که آرگومنت تسک رو میگیره و اینجا تنها کاری که میخوام انجام بدیم اینه که بگیم که this dot uh چجوری بگیم به این صورت انجام بده حالا میتونیم بگیم که task dot completed مساویه با چی؟ مخالفش مخالفش چیه؟ همین این ولی نگیتش میکنید به زبان انگلیسی میگن نگیتش کردن که به این صورت من میام به این صورت قرار میدم سمی کالون هم میذارم میخواید ریترن هم میتونید بکنید اینجا ولی ریفرش میزنیم ببین که وقتی روش کلیک میکنم آنو آف میشه میبینید بسید بهتر اینجوری ببینید پس بنابراین داره آنو آف میشه کامپلیت و این کامپلیتت انجام میشه اما بعضی موقع هستش که فانکشن میگه که شما ریترن کنید بهتره ریفرش میزنیم میبینید که ریترن بهترین کاری است که شما میتونید تو فانکشن انجام بدید چون ریترن هر موقع که اینجا فانکشن داشتید ریترن بزنید اما بعضی موقع که شما میگید که این که چیز ساده ایه آیا میتونم این رو این لاین بکنم چرا نمیتونید این رو کات میکنیم مثلا متد ها رو میسپوریم به حق و میام بالا چیکار میکنیم اینجا داخل تاگل کامپلیتد همین کاری که انجام دادید و انجام میدیم و ریفرش میزنیم و اینجا چیکار میکنیم به این صورت قرار میدیم اگه خواستیم میتونیدم Uh, به صورت کامپلیتد حالا میتونیم بگیم که یک کلاس دیگه هم به کار ببر اگر چه شرطی بود مثلا لیست گروپ آیتم یه ویلگول دیگه میتونیم بذاریم مثلا بگیم که اگر not this dot مثلا میتونیم this بگیم task dot اگر اینجوری نبود خب آه. اصلا نمیخوام اینو قرار بدیم میگیم که اگر نبود کلاس مثلا چجوری بگم مثلا؟ پوینتر یا پوینتر رو قرار بده پوینتر حالا این کلاس اینجوری میسازیم که میگیم که داد پوینتر مساوی با کرسر پوینتر خودم خودمون ساختیم ببینیم که درست ردیام می میبینید که الان روی این هاور میکنم موسم چه جوریه وقتی میرم رو بالایی به صورت دست قرار داده میشه میبینید کارهایی که شما میتونید با چیز انجام بدید ولی کلا پوینتر هم میتونید دراری چون همش میتونه کلیک کلیک شدنی باشه بنابراین من اینو به این صورت قرار میدم و بعد میام اینجا کار میکنم حتی ویرگول میذارم پوینتر اینجا قرار میدم ریفرش و اینجا باید به صورت پوینتر در بیاد بنابراین من بعد این رو داخل سینگل کوتشن قرار بدم و بعد میبینید که روش میتونم چیکار بکنم کلیک بکنم این صورت پس حالا میخوام شما یه چیزی رو فکر بکنید بچه کاری که ما اینجا انجام دادیم کار قدیمی چیز هستش کاری که با HTML انجام میدادیم بهش میگن traditional way کاری که ما میخوام اینجا انجام بدیم اینه که خوب نبود که اگر ما اینا رو کات میکردیم و بعد میمدیم اینجا مثلا یه کمپوننت میسازیم میساختیم به نام مثلا task مثلا app به این صورت یعنی مثلا یه کامپوننتی به این صورت میساختیم task app به این صورت که به این صورت قرار داده میشد یا اصلا تسک خالی خوب نبود که ما یه همچین کاری میکردیم اون موقع این متوجه میشد که ما تمپلت داریم و این زیر به میگن زیر کاپوت یا داشبورد یا هر چیزی که شما خواهد اسمش رو ببرید کارهای لازم رو میکرد یعنی این کارهای لازم اون که این بود میکرد پس اینا رو فکر کنید در رابطه باش و همینجور که جلو میریم متوجه خواهید شد که ویو چطوری کار میکنه بعد یه مقدار بیشتر کار بکنید همینجور از اول شروع بکنید بسازید و متوجه میشید که چجوری کار میکنه